همین رابطه همراه هستیم ما مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو. خانم گلرو خوش آمدید. شما خودتون از امضا کنندگان این بیانیه هستید، برام بیشتر بگید از خانم اکبری منفرد. بله، مریم اکبری منفرد 14 سال پیش در عاشورای 88 بازداشت شد، چند ماه بعد توسط قاضی صلواتی حکم 15 سال رو گرفت و در طی این 15 سال بارها و بارها درخواست مرخصی داده، ولی هرگز، یعنی در طی این 14 سالی که گذشته، هرگز حتی یک روز به مرخصی نیامده. عمل جراحی صفرا، عمل زنان و عملهای مختلفی رو لازم بوده که انجام بده به خاطر اینکه سالهای زندان همه اینها رو تشدید میکنه، ولی هرگز اجازه اینو نداشته که بعد از اون دوره بیاد و دوره نقاهتش رو در منزل خودش بگذرونه. دختر کوچیک مریم، وقتی که مریم بازداشت شد 3 سالش بود و الان یک دختر 17 ساله هستش و هر سه دخترش در طی این سالها سعی کردن که در کنار مریم باشن و برای ملاقاتش هر هفته به زندان اوین بیان. ولی مسئله که وجود داره اینه که در این بین هم یک بار تبعید شد مریم به زندان گوهردشت، بعد که زندان گوهردشت بخش زنانش بسته شد، اون رو آوردن دوباره به زندان اوین و همونطور که اشاره کردید حدود 1 سال پیش اون رو تبعید کردن به زندان سمنان، که خب این خودش میتونه بسیار فشار زیادی رو به زندانی تحمیل بکنه، چون هم ملاقات رو برای خانوادهش بسیار بسیار سخت میکنه و هم باعث میشه که خودش به هر حال زندانی یک دوره‌ای رو وقتی در یک بندی میگذرونه دوستانی پیدا میکنه و یکم شرایطش میتونه آروم‌تر بشه، شرایط بهتری رو برای خودش داشته باشه. اما تبعید دقیقاً به همین دلیل هستش، یک نوع آزار روانی برای زندانی و خانوادهش، برای اینکه اون رو بخواد به سکوت دعوت بکنه. چه سکوتی؟ خب بازداشت مریم با اتهام سازمان مجاهدین در واقع اتفاق افتاده. مریم دادخواه 4 خواهر و برادرش هست که در دهه 60 اعدام شدن و در طی این 14 سال هم نامه‌هایی رو هم به سازمان‌های بین‌المللی داده، هم به مسئول جمهوری اسلامی در مورد دادخواهی خواهر و برادرانش که در دهه 60 کشته شدن و در واقع داره تاوان این دادخواهی رو مریم میده. و الان که دیگه تقریبا 1 سال مونده به پایان محکومیتش، جمهوری اسلامی برای اینکه مانع آزاد شدنش بشه، مثل بسیاری دیگر از زندانی‌ها که در سال‌های آخر حبس، برای اونها یک پرونده جدید تشکیل میده، پرونده‌ای رو برای مریم تشکیل داده که تمام اون موارد اتهامی اتفاقاتی هست که در داخل زندان افتاده، یعنی نامه‌هایی که مریم امضا کرده، دادخواهی در مورد خواهر و برادرش که در زندان انجام داده. و در این بیانیه من و سایر زنانی که دوره های مختلفی رو با مریم در زندان گذروندیم، در واقع خواستیم که صدای مریم باشیم، زندانی هایی که سالهاست در زندان موندن و مرخصی هم نیامدن. شما مهدیه گلرو، فعال سیاسی.